قبل از اینکه بخواید با فاینال کات کار بکنید، چند تا تنظیم توی سیستم پریفرنسز هست که بد نیست اونها رو انجام بدید. یکی از اونها توی قسمت انرژی سیور، شما اینجا پوت کامپیوتر تو اسلیپ دارید، یعنی کامپیوتر بفرست تو حالت اسلیپ اگر امکانش هست. بعد از مثلا من جلو 1 ساعت و نیم گذاشتم، شما میتونید مثلا بذارید روی 2 ساعت یا هر چقدر فکر میکنید که مناسبه برای کامپیوترتون. دیسپلی برای مونیتورتونه، اگر مثلا برای 20 دقیقه با کامپیوترتون کار نکنید مونیتورتون خاموش میشه و بعدا با تکون دادن موس دوباره روشن میشه. پوت هارد دیسک تو اسلیپ رو ترجیحاً اگه میخوایم با کامپیوتر کار با فاینال کات کار بکنیم، معذرت میخوام، این اکتیوش بکنید، چون هارد شما رو اسلیپ میکنه بعد از چند دقیقه اگه کار نکنید با کامپیوتر. این میتونه یه خورده به فاینال کات لطمه بزنه و نگرانی هم نداره، واقعا اینطوری نیست که این تیک رو آف کردن به سیستمتون صدمه بزنه یا هاردتون رو مستهلک بکنه. این پس اولی رو روی اون ساعتی بذارید که دوست دارید. معمولا این رو از طول پروژهتون بیشتر بذارید. مثلا اگه فرض کنید شما یه کار میخواییم خروجی بگیرید که 2 ساعته، این رو بذارید روی 3 ساعت. یعنی از زمان خروجیتون، از زمانی که فکر کنید طول بکشه برای خروجیتون بیشتر بذارینش. یا اگر مثلا شما استرس داری یا نگرانی دارین که ممکنه وقت مشکل ایجاد بکنه، اصلا روی نور بذارینش. اما یه آپشن دیگه هم اونجا وجود داره که براتون خیلی میتونه مفید باشه. اینا زیاد چیز نیستن، اما اینی که شما، البته ببخشید، این پروسس و پرفورمنس هم اینجا هست. اگر دستگاهتون قدیمیه میتونید روی هایست بذارید. یه خورده توی فاینال کات ممکنه بهتر بشه اگه جی 4 دارید و از جی 5 یا بالاتر استفاده میکنید. اگه از مک پرو یا جی 5 استفاده میکنید روی اتوماتیک بذارید، بهترین حالتشه. نکته دیگه که اینجا وجود داره اسکیجوله که اگر شما مثلا فرض کنیم ما یه کاری توی فاینال کات داریم انجام میدیم و میدونیم که این کار مثلا 4 ساعت رندر و خروجیش طول میکشه، شما اومدید توی اکسپورت پروژه رو فرستادی تو کامپرسور، یه کار مثلا 2 ساعت است، میخوای تبدیل به DVD بشه، ممکنه 3 ساعت تا 3 ساعت و نیم طول بکشه، 4 ساعت طول بکشه. و الان مثلا فرض کنید ساعت 8 شبه، شما نمیخواید وقتی رفتید خونه و کامپیوتر کار کرد تا صبح روشن بمونه. میتونید اسلیپ یا شاددان رو بزنید و مثلا حالا این اوریدی میتونین شما رو روزی بذارید که خواستید، یا یعنی اینکه اصلا نه روی همون اوریدی بذارید باشه، بگید مثلا ساعت 2 AM کامپیوتر خاموش کن. یعنی شما فرض کنید از ساعت 8 تا 12 شب رندر دستگاهتون طول میکشه و بعدش هم حالا ما یه 2 ساعتی هم فرض کنید تولرانس میذاریم که اگه بیشتر هم طول کشید مشکلی نداشته باشه و بعد دستگاه شاددان میکنه. فردا که شما بیاین کامپیوتر خاموش شده سر موقعش و کار شما هم خروجی گرفته شده تو جایی که حد میزدید بعد ببخشید تو جایی که خودتون انتخاب کرده بودید سیو میشه و اونجا هستش تو اون پتی که انتخاب کرده باشید. اینو من الان آف میکنم. یه نکته دیگه که اینجا وجود داره توی اسپاتلایت شماست. اگر شما دیده باشید اینجا ما یه اسپاتلایت داریم که شروع میکنم گشتن برامون تو همه چیزهای مختلف. ما هم اینجا داریمش، هم توی هر فولدری که باز بکنیم یا هر هاردی که باز بکنیم اینجا هم هست. توی قسمت پرایوسی شما یه قسمت در واقع یه جایی دارید که میتونید بگید هاردهای من رو به صورت دائم فایل هایی که توشون ایجاد میشه یا فایل هایی که توشون هست رو ایندکس نکن، چون به صورت اتوماتیک OSX میاد و فایل هایی که توی هارد شما دارین رو شروع میکنه به مرتب کردن که زمان سرچ خیلی راحت باشه و خیلی سریع بتونه پیدا کنه. معمولا هارد دومتون، این رو یه بار دیگه تکرار میکنم، هارد دومتون، نه هاردی که OSX تون توش هست، نه هاردی که سیستم توش هست، میتونید اینجا درگش بکنید. فرضاً اینجا مثلا ورکس من هارد دوممه و این رو از حالت اسپاتلایت خارجش میکنه. اگر بخواید چیزی رو توی ورکس سرچ کنید خیلی طول میکشه طبیعتاً به دلیل اینکه اسپاتلایت توش آف هست. اینجا شما میتونید تعیین کنین که اسپاتلایت توی چه چیزهایی کار نکنه، نه اینکه کار بکنه. و یه مقداری شاید یه سری از مشکلاتتون رو مخصوصاً اگه دستگاهتون قدیمیه حل بکنه و یه مقدار دستگاهتون سریع‌تر بشه. من اینجا الان ورکس رو برمی‌دارم چون نمیخوام این کار رو انجام بدم. و اما آخرین عنوانی که ما اینجا داریم توی قسمت سافتور آپدیت هست. سافتور آپدیت رو اگر دستگاهتون به اینترنت وصله
سعی کنید خاموش کنید و دستی انجام بدید. بعضی وقتا بعضی از آپدیت های OS X یا بعضی از آپدیت هایی که برای فاینال کات میاد و خودش اتوماتیک نصب میکنه ممکن سیستمتون رو دوچار مشکل بکنه. بیشتر از این جهت که ممکنه مثلا شما فاینال کات، اجازه بدید من اینجا نشونتون بدم، مثلا 10 میگم مثلا 6.04 دارید و حالا اگه ما اینجا بخوایم ببینیم رفتش یه بار دیگه باید بیارم و نیاز به یه سیریال نمبر ولید داره، نیاز به یه سیریال نمبر که درست کار میکنه داره. حالا شما فانکاتتون قبلش 6.03 بوده و سیریال نمبر که داشتید درست کار میکرده، حالا فاینال کات خودش رو آپدیت کرده و متوجه شده که سیریال نمبر شما سیریال نمبر تقلبیه و شما ممکنه به یه سیریال نمبر جدید نیاز پیدا کنید و توی کارتون ممکن اخلال ایجاد بکنه. ترجیحاً دستی آپدیت بکنید و مطمئن باشید که سیریال نمبری که دارید توی اون آپدیت بعدی کار میکنه.